به نام خدا سلام وقتتون به خیر روزی دزدی یک بسته ای رو پیدا کرد آن را باز کرد و دید مقداری جنس گرانبه های داخل اون هست اما در کنار این جنس گرانبه ها دعایی آویزه شده به عنوان دعای محافظت از مال دزد گشت و صاحب مال رو پیدا کرد و اون رو بهش برگردون بهش گفتن چرا این کارو کردی و این مال و سلوت رو از دست دادی گفت من دزد مال هستم نه دزد دین گفت اگر مالش رو بهش بر نمیگندوندم و در ایمان و اعتقاد او خلل ایجاد میشد من مقصر بودم چرا که من دزد ایمان و باور و اعتقاد و دین مردم نیستم و تنها دزد مال هستم بنگریم و فکر کنیم که داشتن انصاف چقدر خوبه و شاید این ماجرا اتفاقی بیفته که دیگه اون شخص هم دنبال راه دزدی نره گاهی اوقات نگاه کردن به بعضی از چیزها باعث میشه راه زندگیمون رو عوض کنیم همونطوری که این دوز راه زندگیش با همین طرز تفکر عوض شد خوش آمدید به برنامه بربال ملاد باز هنگام نماز آمده است موقع راز و نیاز آمده است گوش کن میشه نوی بانگ از آن خوش آهنگ از آهنگ از مهربان داور ما منتظر است مون سو ما منتظر است بنشینیم لب حوز دعا به سپاریم دمی دل به خدا بسپاریم دمی دل به خدا بوش کن یا تو را میخوانم بهترین کار تو را میخوانم بهترین کار تو را می بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بهترین کار نماز است بیا لحظه راز و نیاز است بیا بسم الله الرحمن الرحیم اسعد الله ایامکم و سلام علی المهدی و علی آباء بینندگان عزیز سلام وقتتون بخیر اشعالا که حالتون خوب باشه و ایام به کامتون باشه تبریک از میکنم اعیاد شعبانیه رو خدمت شما عزیزان انشاءالله که روزهای خوبی رو سپری کرده باشید در این ماه پر و روزهایی که پیش رو دارید هر روزش بهتر از دیروز باشه و امیدوارم در این روزها و شبا ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید که عیدیتون رو از دستان با که آقا صاحب الاسر و زمان بگیرید و صفا کنید ایام شادیه و شادیم به شادی حضرات معصومین علیه مسلم امیدوارم که خداوند منان بهترین ها رو برای شما عزیزان در این ماه رقم بزنه پیرامونه داستانی که ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان فرمودم که شخص دزد مال رو به صاحبش برگردون به خاطر اینکه یک دعایی بر اون بود دعای محافظت از مال نخواست در اعتقاد و ایمان و باورهای دینی اون صاحب مال خللی ایجاد بشه و ازش پرسیدن چرا این کارو کردی؟ گفت من دزد باورهای اون نیستم فقط دزد مال اون هم و این کار دور از انصاف است که فکر رو نسبت به دین عوض کنم انصاف کلمه ای که خیلی جاها باید اون رو رعایت کنیم انصاف به خرج بدیم تا نسبت به ما انصاف خرج داده بشه همونطوری که پیامبر گرامی اسلام نیست فرمودن آنچه دوست داری مردم برای تو انجام دهند تو نیز برای آنان انجام بده و آنچه را که تو دوست نداری نسبت به تو انجام شود تو نیز نسبت به دیگران انجام نده مولا امیر علی علیه السلام هم فرمودن برترین ایمان آن است که انسان از ناحیه خود انصاف را رعایت فرماید داشتن انصاف رحم کردن به دیگران چیزهایی هست که ما باید توی زندگیامون بهش خیلی توجه کنیم رحم و مروت چیزی که شاید متاسفانه توی این دور و زمونه کم شده و در پشت سر اون انصاف ان الله که ماهایی که میگیم شیعه هستیم ماهایی که میگیم مرید امام زمان و منتظر آقا هستیم توی کارهامون توی رفتارهامون نسبت به دیگرها توی به قول معروف راحت بگم معاملاتمون و خیلی کارهای دیگه انصاف به خرج بدیم جوری باشیم که خدا خوشش بیاد مطمئن باشید خدا هم کسانی رو سر راهمون قرار میده که مورد رضای خودتون باشه ممنون از اینکه ما رو همراهی میفرمایید یک بخشی رو ببینیم و برگردیم بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله العلی العظیم درود بر همه شما خوبان تلاوت شد صفحه 271 از قرآن کریم آیاتی چند از سوره نهر انشاءالله که نور قرآن همیشه توی زندگی آمون باشه همانند روزهای گذشته و طبق قولی که داده بودیم چند نکته ای رو از این صفحه خدمت شما از آن میخونم چرا که باید در قرآن تفکر تدبر و تعقل کرد تا بتونیم و بفهمیم خداوند منان پیرامون چه موضوعاتی با ما سخن گفته پس قرآن رو فقط این صرف نباشه که بخونیم و ردشیم باید در آیات اون تدبر کرد باید فهمید که چه چیزی توی تک به تک کلمات اون خداوند منان به ما گفته و دوست داره که ما اونها رو بفهمیم چرا که برنامه زندگی ما در همین هست در صفحه 271 این چند نکته آورده شده آنچه از کفر و شرک خطرناکتر است توجیه دادن آن و نسبت دادن آن به خداوند منان است گاهی وقت آدم کفری رو میگه شرکی رو میگه یه چیزی میگه اما بدترین آن چیزی است که به خدا نسبت داده بشه پس مراقب حرف زدن آمون باش عقیده به جبر در میان مشرکان نیز بوده است منحرفان علاوه بر کار خود کار نیاکان و گذشتگان و اجداد خود را نیز توجیه می کنن. شاید گذشتگان ما شاید اجداد ما کارهایی را انجام می دادن تا به امروز که اشتباه بوده ما جا پای اونها نذاریم صرف این نباشه که شمانمون رو ببندیم فلانی این کار رو کرده ما همین کار رو بکنیم نه باید ببینیم چه کاری درسته مورد رضا و مرزی خداوند و اهل بیت علیهم السلام هست بعد بریم اون کار رو انجام بدیم خیلی توی این موضوعات باید حواسمون جمع باشه برخی مردم آداب و رسوم و عقاید نیاکانشان را هر چه باشد میپذیرند و میدانند چنانکه که حلال کردن حرام ها جایز نیست حرام کردن آن چرا که خداوند حلال دانسته نیست جایز نمی باشد توجیگری کار همه منحرفان در طول تاریخ بوده تبلیغ باید رسا و روشن باشد کار پیامبران دعوت و تبلیغ است نه اجبار مردم به ایمان یعنی اینکه باید فقط گفته بشه که همچین چیزی هست با همچین اقاید خوبی با همچین نکاتی حالا شما باید فکر کنید که آیا این کار درسته یا نه همانند قرآنی که خدا راه سعادت رو به ما نشون داده فقط کافیتی اون بنگریم و فکر کنیم و استفاده کنیم ممنون از همراهی شما خوبان یک بخشی رو ببینید و برگردیم پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در لحظات آخر عمرشان به دختر بزرگوارشان حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند دخترم قسم به آن کسی که جانم در دست اوست حتما مهدی و هدایتگری برای این دست می آید و قسم به خدا که او از فرزندان کلام پیامبر گرامی اسلام در مورد منجی آخر زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف توی این زمونه ای که خیلی به شیعیان تعن میزنن که کو امامتون کون کسی که منتظرشون هستی جایی که پیامبر گرامی اسلام اینجور حرفی رو زدن و دیگر بزرگواران و معصومین در روایات متعدد تاکید کردند که دنیا تمام نمی شود تا امام زمان بیاد پس از این انتظار شیرین اما دلسوز و جانسوز دست بر نمی کشیم و می گیم آقا جانم یا صاحب از زمان تا اون لحظه ای که جان در بدنم باشه و اون لحظه ای که منو توی خونه قبر میذارن و امید دارم در زمان ظهورتان نوکرانتون رو صدا میکنید که برگردن منتظرتون اللهم عجل و در این انتظارهای سخت و طولانی پایان بده انشاءالله به زودی زود چشمان بیرمقمون به نور جمال حضرت روشن بشه و عیدی ماه شعبان همه شیعیان باشه فقط فرج امام زمان چرا که حضرت بیان تمامی حاجات و دردها و رنجها خودش برطرف میشه انشاءالله سه شنبه است سه های جمکرانی جمکرانی که بوی صاحب از زمان عجل الله تعالی فرج و شریف رو میده و میپردازیم به بحث زیبای راه های یاری رساندن آقای امام زمان ارواح و نفدا. به همین جد باز هم در خدمت کارشناس و محترم حضرت حجت الاسلام سید حسن حیدری هستیم و از بیاناتشون بهره من خواهید شد آسید خیلی خوش اومدید اصد الله ایامکم در خدمتتون هستیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه بینندگان عزیز شبکه جهانی بیت عباس ان شاء الله در این ایام سرور اهل بیت هر جا که هستن مورد عنایات خاص امام زمان صلوات الله علیه باشه ان شاء الله قطعا همینجور خواهد بود زیاد وقت رو نگیرم رسیدیم به بحث های راه, راه های یاری آقا امام زمان به بحث حفظ دین که خیلی جزئیات زیادی رو داشت حتما پیشنهاد میکنم بینندگان عزیز برنامه های گذشته ما رو در آپارات پیگیری بفرمایید و گوش کنید راههایی بود که واقعا در کسی که دوست داره منتظر واقعی باشه باید اینها رو بدونه جلسه گذشته در مورد استقامت صحبت کردیم و قرار شد که این جلسه رو بپردازیم به مبحث صبر سر تا پا گوشیم بله صبر و استقامت اینا همیشه دو تا مقوله‌ای هستن که با هم ذکر میشن. خب های حفظ دین یکیش صبر کردن هست درست و اون استقامت در کنارش این صبر کردن هست یعنی من بر اون چه که از دین دارم عقیده دارم استقامت میکنم و صبر میکنم صبر برای چیه صبر در مقابل چه مواردی هست صبر در مقابل تحریف صبر در مقابل سرزنش صبر در مقابل سختی های دینداری درست دینداری خب سختی های ریاضی صدر قطعا و بنابراین از ما میخوان صبر کنن. خود صبر یه مقوله این هست که خدا دستور خاص براش داده برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و فرموده که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول صبر کن همون جور که پیامبران اولو العزم پیش کردن. از تو چیکار کردن؟ صبر کردن واقعا آ... یکی از مواردی که بر پیامبران مثل زهد شرط شده صبر کردن درست. خب شما از طرف خدا اومدی مستوای بالایی داری علم زیادی داری خدا به تو عطا کرده حالا شما میایی دین خدا رو تبلیغ میکنی راه خدا رو به مردم بیان میکنی ولی میبینی افرادی مواجهه میکنن با که اصلا به حرفهای شما اعتنا نمیکنن حرفهای شما رو باور ندارن نمیکنن و مقابله میکنن حالا یا مقابله فیزیکی میکنن یا تبلیغات شما رو میخوان خونسا کنن یا موارد حرفهای شما رو باطل کنن دست به هر و رسول خدا و پیامبران الهی معمولا در این باره صبر عجیبی میکردن حضرت نوح میگن که در کل یک سال تبلیغ میکرد شاید یازده نفر چند این تعداد کمی رو میتونست هدایت کنه زمان جهالت و همونها هم مثلا ثابت نبودن و میرفتن ببینید الان شما میگید زمان جهالت بله جهالت قطعا تأثیر داره قطعا سخت برای پیانبر که با یک عده افرادی مواجهه کنه که اینا مطلب علمی ندارن ندارم و فقط حسیات رو در نظر دارن خرافات توی زندگیشون پره سخت برای پیغمبر صلی الله علیه و آله که بیاد اینها رو مواجهه کنه ببینید با یه افرادی حالا من یه توضیحی نمونه هایی بگم افرادی که اینقدر ساده بودن اینقدر یعنی نه اینکه ساده مثلا بی نه اینقدر نمیفهمیدن اینقدر جاهل بودن که می اومدن بر روی خودشون جلو پیامبر دراز میکشیدن بچه بچه‌ای که مثلا حالا دست رو زیر چانه میگذاره پا رو از عقب باش باز میکنه و داره یه فیلمی رو نگاه میکنه یه کارتونی رو داره میبینه داره یه قصه ای رو از یکی میشنره و میگفتن یا محمد نه به پیامبر اونجوری میشستن جلو پیامبر اون گفتن حدیث بگو چقدر پیغمبر اذیت میشد ما اوزی نبی مثل ما اوزیت مشهور از رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علی علی. که هیچ پیامبری اونجور که من اذیت شدم اذیت نشد. نشد. بله و یکی از مهمترین این اذیت ها جهل این ها و مقابله هایی که میکردن سنگ میزدن اونقدر سنگ به پیغمبر میزدن که خون از قدم های پیغمبر جاری میشد حضرت گای فرار میکردن میرفتن پشت صخره ها قایم میشدن بله. گاهی حضرت خدیجه و امیر مؤمنان صلوات الله علیه ما می و دنبال پیامبر میگشتن پیامبر رو میدن که از حال رفته از بس خون از بدنش رفته ولی پیامبر صبر کردن و استقامت کردن و نتیجه اون صبر و استقامتشون رو هم دیدن بله. بنابراین ما برای حفظ دینمون باید صبر کنیم 100 درصد چون قطعا شرایط همیشه به نفع دین نیست نیست به نفع دینداران نیست چون خدا امتحان میکنه ابتلاع میکنه و صبر یکی از راه های پیروز شدن در امتحان های الهیه حالا مردم هستن تنه میزنن در دین ها پس چی شد و امام زمانتون نیمد سوری هم که به هم خیلی, خیلی این حرف ها زیاد شد اوضاع عالم به هم ریخت میدونم چطور شد پس کو امام زمانتون یعنی میدونم این حرف که میگید از خدا پس چی شده خب انسان دیندار حکمت ها رو میدونه یا نمیدونه ولی میفهمد که اون چی که برش هست و داره استقامت میکنه حقه و صبر میکنه اینا رو میبینه و باید صبر کنه یه عبارتی هست از, از امیر مؤمنان صلوات الله علیه تو نهج البلاغه شاید بشه اینجا ازش استفاده کرد حضرت بفرماد که من در کار خودم اندیشه کردم و تو ارتئی بین ان اصول بید جزا من بیام با دست بریده یعنی بدون یار و یاور بر برم حقم خودم رو بگیرم فرعی تو ان الصبر على هاتا احجا دیدم صبر کردن بر این مطلب چیه خردمندی بله فصبرت فی العين قدن فی الحلق شجا گاهی صبر س... کردن سختی داره گاهی حق انسان میبرن ولی انسان مجبور پای دین صبر کند فصبرت چرا چون یار نداره یاور نداره ممکنه در مجموعه ای باشین شما بخواین دینداری کنید سخت باشه نتونید دورکت نماز درست بخونید راحت بخونید نتونید حرف دین بزنید لباس شما می پوشید. آقا ایام شادی شاد می پوشید ایام عزاداری و یک نمیتونید در یک مجموعه این لباس عزا برتن کنید چرا چون یه عده‌ای مخالفت مخالفت, مخالفت, مخالفت میکنن یا نمیدونم علیه شما سعایت میکنن ل. و زیاد هایی که و این در طول تاریخ به همین شکل برای امامان و برای اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بوده یه جای حضرت که فصبرت علی طول المده و شدت المحنه که این در زمان غیبت هم صدق میکنه یک صبر کردم بر طول مدت طول مدتی که مثلا خلافت قاسب دوم بوده و این خیلی مدت زیادی بود ده سال شاید ایشون مثلا میگن من صبر کردم تو این مدت طول شدت محنه سختی شدت سختی که این ایام بر من وارد میشد برای حفظ دین برای حفظ آبروی اسلام برای اینکه تحمل سختی هایی که از ناحیه اونا به حضرت میرسه همه اینها رو ما امیر المومن صلی اللہ علیه میفهمون عبرت ها زیاده ما اکثر العبر و اقل الاعتبار شما درس بگیریم کسی که از گذشتگان درس بگیره میتونه مش پیدا کنه میتونه جلو بره میتونه دینش عبس کنه و همین مطلب اینجا هست و صدق میکنه یعنی چی؟ یعنی این طولانی شدن مدت غیبت و صبر کردن بر این مدت طولانی چون شما معتقدی رو اعتقاد در حساب کتابی که انجام دادی اعتقاداتی که پذیرفتی از خدا و اهل بیت بهت رسیده ما دوازده تا امام داریم بله. و امام دوازده ما غائب شدن به خاطر اون مصالحی که خدا در نظر گرفته و مواردی که از حکمت هاش در روایات بیان کرده و ما در همین برنامه‌ای که قبلا داشتیم اشاره کردیم درست. به علل و اسرار و حکمت های غیبت امام زمان صلوات به و سلام علیه این مطالبی هست که وجود داره حضرت قائبا و من میدانم این من میدانم امام دارم اگر امام نداشته باشم دینم ناقصه دقیقاً پس امام دارم اگر امام نداشته باشم مرگ من مرگ جاهلی هست درست. جاهلیت کفر جاهلیت نفاق هست اگر من امام نداشته باشم خدمت شما عرضم که مثل تیه سرگردانی در بیابان هست من جایی ندارم به او التزام پیدا بکنم پس امام داشتن برا من مسجله ولی قطعیه من امام دارم امام من خائبه این هم برا من قطعیه من باید چیکار کنم بر این عقیده صبر کنم مدت طولانی شده بله بله و ش... محنت ها زیاده سختی ها زیاده به دین حجمه میکنن به امام زمان حجمه بله. میکنن به اعتقادات حجمه میکنن به حجب و حیای ناموس من حجمه میکنن نمیدونم به تمام اون چی که من دینداری میکنم حجمه میکنم این حجمه ها مختلفه و شدت داره ضعف داره واقعا امیر صلوات الله علیه میفهمد اینقدر این فتنه ها زیاده که یهرم و فیه الکبیر و یشیب و فیه الصغیر یعنی انسانی که بزرگ ساله پیر میشه یعنی میشکنه خورد میشه تو این فتنه ها و صغیر پیر میشه از بس این امواج زیاد بنابراین اگر من صبر کنم همون جوری که خدا دستور داده فصبر صبر کن کما صبر اول العزم من الرسول خطاب به پیغمبره به قول مرحوم علی ابن ابراهیم قومی در تفسیر قومی اونجا میاره که بخش از قرآن اینه که خطاب مخص... به پیغمبر هست ولی حکمش عامه یعنی همه رو در بر میشه خدا پیغمبر خطاب میکنه فصبر که ما صبر اول صبر کن در راه استقامت داشته باشه در راه تبلیغ دین در راه حفظ دین و ما هم باید چکار کنیم یاد بگیریم و صبر کنیم و نتیجه داره قطعا نتیجه داره رسول خدا صلی الله علیه و آله مدح کردن فرمودن بعد از شما به اصحابشون فرمودن اقوامی میان که اجر و پاداش هر کدوم پنجاه برابر پاداش شماست یعنی چی؟ یعنی شما نماز میخونی چقدر پاداش میبری؟ بله. اون افرادی که بعد از شما میان پاداششون پنجاه, پنجاه برابر, برابر بشتاش. نماز روزه از هر کاری میکنن هر عبادتی انجام میدن پنجاه برابر گفتن یا رسول الله چطور؟ ما اصحاب شما هستیم اسلام با ما شروع شده ما اصحاب الاولون اون سبقت گیرنده ها اونهایی که پیجی یافتن اینا قطعا پاداشتون بیشتره الان چی میگین شما این چطور اونا پاداشتون از ما پنجاه برابره فهمودن که اونها در زمانی میان که اونقدر محنت هست اونقدر شدت هست اونقدر سختی در دین هست که اگر اون سختی هایی که در زمان اونها بود برای شما می اومد نمیتونستید تحمل کنید نمیتونستید استقامت کنید نمیتونستید صبر کنید و اونها با تمام اون شرایط چیکار میکنن صبر میکنه تازه به قول معروف اون روایت هست که میگن پیامبر خودشون رو ندیدن و ایمان آوردن احسن. امام خودشون رو ندیدن و ایمان آوردن امنو به سواد علا بیاض اونا ایمانشون تازه چیه ندیده است یعنی او دید و پسندید ولی ما ندیده پسندید, پسندید. ایمان آوردن به یک نوشته هایی بر روی کاغذ پیامبر رو ندیدن ولی بهش ایمان آوردن امام زمان رو ندیدند ولی بهش ایمان آوردن و اینها قطعا افضالن از اونهایی که دیدند و, و ایمان, آوردن خب حالا شما که ندیده ایمان آوردی باید صبر باید استقامت کنید انشالله در صبرمون نسبت به انتظار و آقای امام زمان هم همینجور پایبند و محکم باشیم که اون صبر واسه انتظار برسه به خود فرج و اون لحظه شین رو درک کنیم اجازه می فرماید یه مردم ببینیم سلام. با ما همراه باشید بینندگان عزیزی بخشی رو ببینیم و برگردیم ادامه این بحث زیبا رو بشنویم

عرض خیر مقدم خدمت شما بینندگان از و من دارم سپاسگزارم که با ما همراه هستید برنامه خودتون برنامه از آنگاهی بر بال ملائک پیرامون صبر در حفظ دینمون حفظ دینی که یکی از راه های یاری آقا امام زمان ارواحنا فدا هستش توسط کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام سید حسن حیدری داریم میشنویم و صفا میکنیم و یاد بگیریم صبری که هم برای زندگیمون خیلی مورد تاثیر و واقعا کاربردی هست و باید در انتظار فرج هم صبر کنیم و نسبت به ها و حواشی که ساخته میشه بی باشیم بریم و ادامه مبحث رو بشنویم سه جان در خدمتون هستیم سلامت باشیم یه روایتی از امام حسین صلوات حضرت که لهو غیبتون یرتد فیها اقوام امام زمان صلی الله علیه غیبتی دارد که در اون غیبت اقوام زیادی چی میشن دست از اعتقادشون به امامت بر اعتقادشون به امام زمان دست بر میدارن. اینجا بگم یکی از حکمت های غیبت همینه یکی از حکمت های غیبت همینه که مردم در عقیده امتحان بشن خب خیلی افراد هستن که اینا معتقدن به امام زمان صلوات الله سلام علیه غیبت طولانی سبب میشه اینا بگن بعد چی شد نه درست درست شد اقوام زیادی در این مسیر در یک عبارت هست اکثر القائلین به امامت خیلی از افرادی که قائلا بیشتر کسایی که قائلا به امامت حضرت دست میدارن چرا؟ چون نمیتونن این سختی رو تحمل کنن این شدت محنت رو تحمل کنن دست بر بیدین بودن راحته بیدین بودن تقید نیاز نداره هر جور هست هر جور میخوری هر جور میری هر جور میای کسی بهت گیر نمیده بله لزا سهله یسیره آسونه ولی دینداری سخته صبر میخواد درست شد بله نادانی راحته چیزی برات نیست یا هیچ خلاصه از هفت دنیا آزادی ولی دانش کسب دانش چی میخواد؟ صبر میخواد و تحمل و استادگی میخواد و فهم فهم استادگی میخواد رسیدگی میخواد حضرت میفهمد که ویست بود و فیها علی علال علالدین آخر یک عده دیگر بردین صبر میکنن و ثابت میکنند پس یه عده بیدین میشن بله یه عده بردین ثابت ثابت میمونن فیوذون اینا چطور میشن اذیت اذیت میشن دارد. کیا اذیت میکنن اونایی که از دین خارج دارد. خارج یا بیدینن یا اعتقاد ندارن کیا رو اذیت میکنن معتقدین دو ثابت قدم ها رو هی نیشو کنایه هی گفتن هی اذیت دادن چی میگن یه نمونه حضرت میفرمایند یقال لهم بهشون گفته میشه متا هاذ الوعد ان کنتم صادقین این وعده ای که شما گفتید بر ظهور امام زمان و بر حضرت حجت و بر اینکه اوضاع خوب میشه بر اینکه همه چی گل و بلبل بل میشه بس کو پس چه نمیان ببینید اونها یعنی حالا ان رو این مطلب بعدا صحبت میکنیم چرا به این درد دو دوچار میشن چرا به این درد دوچار میشن کوپ این وعده ای که شما گفتی اذیتشون میکنن بعضی اذیت فیزیکی میکنن میزنن میدن، میکنن. میکنن. بلده. میکنن. بلده. میدن. نمیدونم میشکنن تحقیر میکنن مسخره میکنن کار بهش نمیده میگه چطور آدم متدین بله درست شد میدونم خدمت شما عرضم که کم بهش حقوق میده یا و ب... به هر شکلی مسخره میکنه اما ان الصابر فی غیبته حضرت فرمودن اون کسی که در غیبت امام زمان صلی الله علیه صبر می کند علال والتکذیب و تکذیب بر تمام این اذیت ها صبر میکنه، بر تکذیب صبر میکنه. چون میگم پس شما دروغ می بله. وقتی امام زمانتون نیامده پس شما داری دروغ می کسی که صبر کند بر این اذیت ها و بر این تکذیب به منزلت المجاهد به سیف بین یدی رسول الله همین صبر حکم جهاده و همین منتظر صابر امام زمان صلوات الله علیه وقتی در غیبت امام زمان در مقابل این تکذیب ها و حجم ها و اذیت ها صبر می کند اگر از دنیا برود انگار مثل کسی است که پیش روی پیامبر شمشیر زده و شهید شده از دنیا رفته کل مجاهده به سیف بین یدی رسول الله صلی الله علیه و و خب این مطلب کمی نیست بله مطلب بسیار با عظمت چون چه سعادت از این بالاتر که احسن و اهل بیت مدح کردن فرمودن ما احسن از صبر و انتظار را چقدر زیباست انسان صبر کنه و انتظار فرج رو بکشه اصلا وقتی روایت داریم که حالا خودتونم چند جلسه پیش فرمودید که اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی مونده باشه خدا اونقدر روز رو طولانی میکنه که امام زمان بیاد همین یک روزنه امید بشه واسه صبر کردن احسن و من اعتقاد دارم من آره؟ اعتقاد دارم به اینکه وعده اونها صدقه دقیقا پس الان گرچه طولانی شده من چیکار میکنم ولی شدنیه احسن صبر میکنم به یکی از زیبایی هایی که اهل بیت توی اه این مطلب فرمودن مهدویت اینکه اون کسی که صبر میکنه و منتظر فرج هست اگر هم پیش از ظهور امام زمان صلوات از دنیا برود اونو چیکار میکنن؟ میان سر قبرش و میگن امام زمان ظهور کرد الله اگر دوست داری باش. برگرد و یاری کن و قطعا کسی که دوست داشته باشه ظهور امام زمان رو و بخواد یاری کند حضرت رو در اون ایام این یکی از رجعت است که معتقدین بهش برمیگردد و یکی رو فی رجعت کن برمیگردد در رجعت اهل بیت یکی از رجعت ها رجعت در ریاری امام زمان است برای کسانی که از دنیا رفتند و نتونستن خیلی مشتاق ظهور بودن یا برمیگردن و امام زمان رو یاری میکنن چقدر این خوبه چقدر این لذت داره اهل بیت مدحش میکنن این صبر و این انتظار فرج رو اگر این صبر نباشه به اندک تکذیبی دست بر. به اندک اذیتی دست بر خیلی افراد هستن که تو این مقوله کم آوردن و دست کشید شاید من بچه بودم در مجالس اهل بیت اون 15 شعبان میلاد امیر امام زمان صلوات الله علیه ان که ظهور حضرت رو ببینیم ان شاء الله مجالس عجیبی میگرفتن ولی دیگه خبری از اون مجالس نیست. خبر از اون اعتقادشون نیست چرا چون نتونستن تحمل کنن مطلب و نتونستن صبر کنن پس صبر کردن یکی از مواردی که برای یاری امام زمان هست و به واسه اون حفظ دین میشه حفظ دینی که عنوان اصلی ما در یاری امام زمان, امام زمان. خیلی ممنونم انشاءالله که خدا حفظ کنه شما رو و انشاءالله که همه ما جمع کارانم بنده سید بزرگوار و شما بینندگان عزیز به زودی زود به حق موالید این ما شاهد فرج عزت باشیم فرمودن سید بزرگوار انتظار هست جوابش رو هم میگیریم اما ما بیشتر دلتنگ و بی منتظر دیدار روی ما حضرت هستیم انشاءالله به زودی زود خداوند منان ما بقیه غیبت حضرت رو بر ما ببخشه و شادی این ماه رو با شادی ظهور حضرت یکی کنه برامون سه جان خیلی لطف کردید ممنونم خدا حفظتون کنه از شما بینندگان عزیزم سپاس اجازه بدید تا سید بزرگوار رو بدرقه میکنم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم و انشالله میخوایم بریم دلهامون رو کربلایی کنیم خب به همدلله برنامه امروز هم تقدیم شما عزیزان شد به خوبی و خوشی به پایان رسید امیدوارم از بخش هایی که تقدیم شما عزیزان شد مخصوصا بحث کارشناسی برنامه صبر در راه حفظ دین حفظ دینی که باید برای رسیدن به آقا امام زمان اون کار رو انجام بدیم اشالا از این مطالبی که گفته شد هم لذت برده باشید و هم توی زندگیاتون استفاده کنید ماه شعبان هست و کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان به افاق کربلای معلا خیلی ها. الان تو کربلا هستن انشاءالله به زودی زود امیدوارم شب نیمه شبان شما عزیزان هم در کربلا باشید هممون ظاهر کربلای معلا بشید و چشم سر رو ببندیم و مرغ دلمون رو پرواز بدیم به بین الحرمین خیابان بهشتی از آن رو به افق اون سرزمین بهشتی بشنویم و صفا کنیم و زیارت کنیم آقا سید و شهدا و علمدار کربلا علیه السلام. رو التماس دو از همه شما خوبان فرج یادتون نره انشاءالله که به زودی زود شاهد باشیم ظهور بیمثال آقا امام زمان رو اللهم عجل ولی کل فرج ممنونم از همراهی شما خوبان یا